چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلام تو برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من نپریه این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت ابدی خدا من. عبدی و جاودانت تمامی کلامت درود بر شما بینندگان یاران و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید ما در این سری برنامه ها به مطالعه کامل و جامع از تمام کتاب مقدس خواهیم پرداخت از کتاب پیدایش تا مکاشفه به فصل ششم کتاب پیدایش رسیدیم که اولین کتاب از کلام مقدس خداست در ابتدا اجازه میخوام به مهمان گرانقدر برنامه خادم خداوند برادر یوسف ریاس خوش آمد بگم درود بر شما برادر یوسف برادر خوش اومدین ممنونم همچنین سلام و خوش آمد میگم به شما مهمانان گرامی برادر یوسف در تقسیم بندی کتاب پیدایش فصل 6 چه چیزی رو بیان میکنه ما کتاب پیدایش رو به دو بخش عمده تقسیم بندی کردیم که شامل چهار رویداد مهم و چهار شخصیت مهمه چهار رویداد مهم در فصل های یک تا یازده رخ میدن چهار شخصیت مهم من بقیه کتاب رو به خودشون اختصاص میدن چهار رویداد مهم شامل آفرینش، سقوط، طوفان یا داوری و پراکنده شدن زبان که در فصل 11 اتفاق میافته. حالا تصمیم داریم که سومین رویداد رو بررسی کنیم. اونجا که خدا از ساختن انسان متاسف میشه و تصمیم میگیره که همه انسان های در زمین رو به جز نو که مورد فیزش قرار میگیره رو نیست و نابود کنه. بسیار خوب. بنابراین ما در فصل ششم به پایان دنیای قدیم نزدیک میشیم. درسته. کمی در ارتباط با دنیای قدیم و دیگر دنیاهای موجود در کلام خدا توضیح بدیم ببینید یه دنیای قدیم داریم و یک دنیای جدید که از دنیای قدیم بهتر نیست زیرا خداوند فرموده که زمان پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود با وجود این در ابرانیان فصل دو میگه ما در انتظار دنیای آینده هستیم دنیایی که موضوع سخن ماست یعنی یه دنیای قدیم پیش از طوفان و دنیای جدید که از زمان طوفان تا ظهور مسیح با جلال و قدرت ادامه داره و در نهایت دنیایی که ایجاد خواهد شد و مسیح پسر انسان در اون سلطنت خواهد کرد. دنیای آینده متفاوته در اعمال فصل 3 ازش به عنوان زمانی که همه چیز تازه و نو میشه نام میبره. نامگذاری دنیاهای مختلف طبعا کار بشر نیست دقیدن. بلکه کتاب درسته. مقدس دنیای قبل از طوفان و دنیای قدیم نامگذاری کرده. همینطوره. هم میگه دنیایی که قبلا بود در آب غرق و نابود شد. دقیدن. اجازه بدین آیاتی از فصل 6 رو بخونم بعد سوالی رو مطرح خواهم بسیار کرد. بسیار خوب. فصل شش اینطور آغاز میشه: وقتی تعداد آدمیان در روی زمین زیاد شد و دختران متولد شدند، پسران خدا دیدند که دختران آدمیان چقدر زیبا هستند. پس هر کدام را که دوست داشتند، به همسری خود گرفتند. پس خداوند فرمود: روح من برای همیشه در انسان فانی باقی نخواهد ماند. از این به بعد طول عمر او 120 سال خواهد بود آیه چهار میفرماید در آن روزها و بعد از آن مردان قوی هیکلی از نسل دختران آدمیان و پسران خدا به وجود آمدند و آنها برای ایشان اولاد زاییدند ایشان جبارانی بودند که دلاوران بزرگ و مشهوری در زمان قدیم شدند خوندن آیات را در همین جا متوقف می و بعد از بررسی ادامه خواهیم داد در آیه چهار میفرماید مردان قوی هیکلی از نسل دختران آدمیان و پسران خدا به وجود آمدند لطفا برای ما توضیح بفرمایید منظور از پسران خدا و دختران آدمیان چه کسانی هستند پیش از پاسخ به این پرسش دوست دارم چیزی درباره این عبارت بگم آدمیان شروع کردن به زیاد شدن در یکی از فرهنگنامه های کتاب مقدس خوندم که میگه در دوران نو حدودن بیش از 800 میلیون انسان وجود داشته این عدد از کجا اومده؟ حساب کردن که آدم ها با میانگین سنی 900 سال توانایی بچه زایی رو تنها در خلال دوی سال اولیه داشتن و هر چهار سال یک بار میتونستن بچه دار بشن که حدود نیمی از بچه ها زنده میموندن و نیمی هم میموردن بر پایه چنین فرضیه معقولی تخمین زدن که پس از 1656 سال بیش از 800 میلیون انسان وجود داشته. که بعد از آفرینش آدم به وجود اومدن وقتی که میگه آدمیان شروع کردن به زیاد شدن بر روی زمین یعنی داره دقت کلام خدا رو نشون میده و من باور دارم که انسانهای زیادی وجود داشتن اما یک فاجعه که مطلوب خدا هم نبوده در اون دوران اتفاق میافته و خدا هم تصمیم میگیره بر این دنیای پلید سیل و طوفان جاری کنه مشکل چی بود حالا میتونیم به پرسش شما درباره پسران خدا و دختران آدم بپردازیم از دوران قدیم مفسرین دو نظریه ی عمدتا برجسته رو ابراز میکردن. خیلی از مفسرین گرایش به نظریه ی اول دارن که میگه پسران خدا همون نسل خدا ترس شیست بودن که در فصل پنج درباره اونا میخونیم. و دختران آدم دختران قائن بودن یا اینکه از نسل غیر شیست بودن. بنابراین ازدواج بین نسل روحانی و نسل بیدین میشه گفت خدا رو خیلی ناراحت میکرد. نظریه یه دوم که هزاران سال قدمت داره و بعضی از معلمین یهودی هم اونو حتی پیش از مسیحیت پذیرفتن میگه پسران خدا همونطور که همیشه در کتاب مقدس اسمشون آورده میشه همون فرشتگانن که در ایوب و جاهای دیگه این نظریه رو تایید میکنن پس وقتی که پسران خدا دختران آدم و آدمو دیدن که خیلی زیبا هستن، به خودشون جسم گرفتن و با اون زنان رابطه جنسی برقرار کردن و به همین ترتیب فرشتگان با انسانها آمیختن و خب نسل عجیب غریبی رو به وجود آوردن که موجودات شریر و قولپیکری بودن یک نوع از انسان بله نوعی متفاوت درسته. وقتی خدا دید که شیطان داره دخالت میکنه تا بشر رو فاسد کنه و مانع اومدن پسر انسان یعنی خداوند عیسی مسیح و نجات بشر بشه خداوند با داوری فوری علیه این شرایط دست به کار شد بنابراین خدا طوفانی رو نازل کرد تا از طریق این سیل و طوفان اون نسل فاسد و خدا نشناس و نابود کنه برادر یوسف میشه لطفا با اشاره بیشتر به کتاب مقدس تأکید کنین که پسران خدا همون فرشتگان هستند آیا آیاتی موجود هست که بگن پسران خدا اشاره به نام فرشتگان داره میخوام به دو مورد در کتاب مقدس اشاره کنم اول به رساله یهودا آیه 5 و بعد رساله دوم پتروس آیه دو با مراجعه به این آیات میبینیم که یهودا در این نامه میگه میخواهم یادآور شوم که خداوند با وجود آنکه قوم اسرائیل را به سلامتی از مصر بیرون آورد بعد آن کسانی را که ایمان نداشتند نابود ساخت سپس گناه برخی از فرشتگان را توصیف میکنه و قصد داره یه سری چیزا رو یاد ما بندازه که اون گناه که سبب شد خدا اون فرشتگان رو در زنجیرهای تاریکی ابدی نگه داره چیه اگه کتاب پیدایش فصل 6 نبود به پاسخ این پرسش نمیرسیدیم. پتروس هم در رساله دوم فصل دو به همین مورد اشاره میکنه و به ما درباره فرشتگانی که گناه کردن و خدا اونا رو در زنجیرهای تاریکی نگه داشته میگه. اگر پیدایش فصل شش نبود نمیتونستیم مسئله در رساله دوم پتروس و رساله یهود آیه شش رو که اومده درک کنیم درسته پتروس نه تنها به گناه فرشتگان اشاره میکنه بلکه به گناه شهر صدوم هم اشاره داره که مستحق داوری بود دقیقاً. و ما میدونیم که گناه صدوم یه گناه جنسی بوده بله یه گناه نابهنجار و غیر عادی بوده در انجیل متا فصل 22 میفرماید در روز رستاخیز کسی نه زن میگیرد و نه شوهر کند بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند این آیه قضیه ی ازدواج فرشتگان با انسانها رو کاملا رد میکنه لطفا با توجه به پیدایش فصل 6 این موضوع رو برای ما باز کنید توجه کنید که در واقع بخشی از این آیه حذف شده مسیح فرمود که اونا مثل فرشتگان خدا در آسمان هستند بر یه ی رساله یهودا عاقبت این فرشتگان چی شد؟ اونا جایگاهشون از دست دادن. اصطلاح از دست دادن یعنی کاملا ازش محروم شدن. یعنی پس از دیدار زمین دیگه با آسمون بر نمی گردن. ترک مکان اصلی یعنی اینکه فرشتگان برای همیشه آسمان رو ترک کردن. در حقیقت ما تصور دقیقی درباره توانایی فرشته ها نداریم اما اینو میدونیم که اونا از ما خیلی قوی ترن. در پیدایش دو ماجرا درباره فرشتگان داریم یک بار وقتی خداوند و دو فرشته به ابراهیم ظاهر شدند و در خونه یا اون غذا خوردن اگه غذا یعنی خوردن داشتن. بله جسم داشتن. و خوردن هم یه کار جسمانی هم. دقیقا و فصل بعدی میخونیم که فرشتگان به صدوم میرن جایی که مردان شریر اهل صدوم میخواستن اعمال غیر اخلاقی با اونو انجام بدن در مورد این داستان به این موضوع پی میبریم که چیز زیادی از توانایی فرشتگان نمیدونیم به طور خلاصه دو نظریه متفاوت هست که مفسرین میگن یا اینکه پسران خدا نسل خدا ترس شیسن یا هن که برای همیشه مکان اصلی خودشون رو ترک کردن دارای جسم شدن و تلاش کردن که انسان رو گمراه کنن تا بتونن از اومدن مسیح جلوگیری کنن بنابراین این هدف اصلی گمراه کردن انسان بوده تا اومدن مسیح رو که از نسل زنه مختل کنه دقیقا و نتیجه میگیریم که ایمان هیچ ربطی به این ادعا که ازدواج ایماندار با یک بی ایمان میتونه منجر به تولید نسل قولپیکرها بشه نداره بیاساسه. و این موضوع ربطی به ایمان نداره بله نداره تصور کنیم که ازدواج فامیلی بچه های به وجود میاره نسلی متفاوت بودن که هدفشون مانع تراشی برای اومدن مسیح بله، بوده دقیقا. بعد از استراحت با پرسش مهمانان برمیگردیم میفرماید پس خداوند فرمود روح من برای همیشه از این به بعد در انسان فانی باقی نخواهد ماند طول عمر او 120 سال خواهد بود آیا این به این منظوره که خدا عمر انسان رو به 120 سال محدود و کوتاه کرده در صورتی که قبلا عمرها خیلی طولانی بوده و به 700 و یا 900 سال هم می رسیده منظور از 120 سال عمر چه چیزیه خب باید بگم که در اصل عمر انسان نه در این زمان و نه حتی پس از طوفان 120 سال نبوده چون درباره سام و ارفکشاد نوشته که صدها سال زندگی کردن و اگر درستش رو بخوای متوجه بشیم به احتمال زیاد 120 سال یعنی اینکه خدا میخواد به انسان مهلت بده شاید بپرسید خدا چرا سری داوری نمی کنی؟ پاسخ که خدا هرگز برای داوری عجله‌ای نداره پس اینجا میفهمیم که خداوند با صبر و شکیبایی منتظر میمونه و 120 سال به بشر زمان میده تا توبه کنه چون میدونه که داوری هیچی رو باقی میذاره و کسی جان سالم به در نمیبره به خاطر همین موضوع که خدا یه مهلت 120 ساله به انسان داده انگار 120 سال یک مهلت بوده دقیقا. و نه محدود کردن عمر بشر بلکه یک مهلت بوده پیش از طوفان قطعاً آیه سوم میفرماید پس خداوند فرمود روح من برای همیشه در انسان فانی باقی نخواهد ماند لطفا نقش روح خدا را رو در انسان برای ما توضیح بدیم این دومین باره که در پیدایش درباره روح القدس میخونیم نخستین بار در کتاب پیدایش فصل یک میگه روح خدا بر روی پا حرکت میکرد زیرا خدا کار تازه شروع کرده بود اما در آیه روح من برای همیشه در انسان فانی باقی نخواهد ماند کاری متفاوت از خدا رو نشون میده که خدا خیلی هم ازش راضی نبود من این آیه رو به یک آیه در رساله اول پتروس فصل 3 ربط میدم. بله از رساله اول فصل 3 پتروس از آیه 18 شروع می‌کنم. در روح یعنی در روح القدس نوح رفت و به ارواح محبوس موعظه کرد. بنابراین یه لحظه سب کنید اگه میخواین به رساله اول پتروس فصل 3 اشاره کنین؟ بله. باید برای بینندگان بیشتر توضیح بدیم چون بعضیا میگن این درباره مسیح صحبت میکنه. و گفته شده که مسیح از صلیب به هاویه و زندان رفت تا روح ایمانداران عهد عتیق و که توی زندان بودن نجات بده. برادر یوسف، برای ما توضیح بدین که آیا این یک تعلیم درسته یا خیر؟ قبل از پاسخ میخوام دو تا سوال مطرح کنم. به نظر شما عیسی مسیح به جهنم رفت یا اینکه فرمود پدر روحم را به دستای تو میسپارم؟ مگه به اون دزد روی صلیب نگفت هر آینه به تو میگویم امروز با من در فردوس خواهی بود؟, خواهی بود. این سوال اول بود و دومی اینه آیا مقدسین عهد عتیق به جهنم رفتن یا اینکه به بهشت و درباره ایلیا چی گفته او میفرماید و واقع شد هنگامی که خداوند ایلیا را در گردباد به آسمان برد درسته همچنین درباره ابراهیم، اسحاق و یعقوب گفته شده که همه ای اونا با مسیح زنده هستند. قبل از صلیب بودند. بله قبل صلیب. در, در, در لوقا فصل 16 نوشته شده که ایلازر توسط فرشتگان به آغوش ابراهیم برده شد. در حالی که اون مرد ثروتمند در عذاب جهنم قرار داشت، ابراهیم به مرد ثروتمند پاسخ داد که بین ما و تو یه دره عمیق وجود داره. بنابراین، همه ی اینا به این معناست که مسیح به جهنم نرفت و روحهای مقدسین هم به جهنم نرفتن، بلکه مسیح فرموده همه ی زنده و در پیشگاه خدا هستند. شاید افرادی با توجه به افسوسیان باب چهار که میگه اول به جهان زیرین نزول کرد تصور میکنن که جهان زیرین همون جهنمه منظور از جهان زیرین جهان چیه؟ زیرین فقط یک معنی داره قبر درسته نه تنها مسیح در جسم ظاهر شد و به زمین آمد بلکه همچنین مرد و به جهان زیرین نزول کرد کی گفته که جهنم در قسمت‌های پایین زمین قرار پس داره؟ پس جایی در کلام خدا نیست که نشون بده روح‌های ایمانداران عهد عتیق در جهنم باشند. با توجه به شواهدی که شما بله. فرمودین. و مسیح هم هرگز به جهنم نرفت هرگز حالا برگردیم به اول پتروس فصل سه توجه کنید وقتی خدا از خنو خوشنود بود آیا فکر میکنی خدا عمر خنوخ رو کوتاه کرد و اونو به جای هزار سال به 300 سال کاهش داد یعنی یه سوم عمرش و بعد اونو به جهنم انداخت آیا این راه خدا برای پاداش دادن به خنوخ بود <applause> اول پتروس فصل 3 چه ارتباطی با پیدایش فصل 6 داره این آیه میگه زیرا مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد یعنی یه شخص بی گناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد او از لحاظ جسم کشته شد اما از لحاظ روح به زندگی خود ادامه داد یعنی به واسطه روح القدس و در روح به نزد ارواح محبوس رفت و به آنها موعظه کرد یعنی نوح رفت و موعظه کرد فصل یک روشن میکنه این نوح بوده که موعظه کرده رساله اول پتروس فصل یک به ما میگه که در جسم انبیا روح مسیح وجود داشته و از پیش به مسیح و جلالی که در پی اون بود شهادت میده چون نوح یکی از پیامبران بود پس روح مسیح در اون هم بود در واقع نوح به وسیله روح القدس بود که رفت و به روحهایی که در زندان بودن موعظه کرد این ارواح مقدسین نبودند این آیه مشخص میکنه که ارواح اونا بودن. بله روح انسان‌های سرکش منظور از موعظه روح به نوح و پسرانش نیست. نه منظور موعظه روح از طریق نوح برای روحایی که در زندان بودن، اونهایی که اعتی کردن، رنج طولانی از طرف خدا در انتظارشون بود. به خاطر همین وقتی کشتی ساخته شد، عده کمی نجات پیدا کردند. در اینجا توجه داشته باشید که فقط چند نفر نجات پیدا کردند و به جهنم نرفتند و فقط هشت نفر از سیل نجات پیدا کردند. بسیار خوب بنابراین از این آیه خیلی روشن میفهمیم که روح القدس کار موعظه را انجام میداده و نوح هم از این طریق به موعظه برای روحهایی که سرکش بودن و همین الان هم درون زندان هستن پرداخته درسته و این موعظه در زمان نوح بوده و هیچ گونه ارتباطی به ایمانداران عهد عتیق نداره همینطوره بسیار خوب برادر یوسف در ادامه آیه بعد از اشاره به پسران خدا نوبت به دختران آدم میرسه و نسل جدیدی از آدمهای قوی هیکل به وجود میان که در قدیم به قدرتمندی مشهور بودند و شما اشاره فرمودین که این نسل جدید و قدرتمند هدفشون نابودی نسل بشر بوده درسته در آیه ای پنج میفرماید وقتی خداوند دید که چگونه تمام مردم روی زمین شریر شده اند و تمام افکار آنها فکرهای گناهالود است برادر یوسف از این آیه در مورد شرارت انسان چه چیزی میفهمی؟ برادر ایاد اجازه بدین که اینجوری براتون توضیح بدم بعضی ها میگن حجوم موج الهیات لیبراله چیزی که امروزه در دوران ما وجود داره تحقیر و کوچک شمردن خدا و تجلیل انسانه بنابراین خیلی عقیده گناه مروسی رو رد میکنن و این حرف رو پیش میکشن و میگن کی گفته گناه مروسیه؟ ما با ذات نیکو متولد شدیم و متاسفانه آدم ها به کلام خدا اعتقاد ندارن که میگه خداوند دید که چگونه تمام مردم روی زمین شریر شده اند و تمام افکار آنها فکرهای گناهالود است. توجه دارین که اینجا به واجه تمام تأکید شده. میگه تمام افکار آنها همه شریران است. یعنی انسان فقط ماهی بار که گناه نمی کنه. بلکه تصورات و افکار بشر هر روز شریران است در کل روز. بله هر روز و تمام روز. بله و همه ی انسان ها غصور کردن و برای همینه که خدا فرموده نسل بشر را نابود میکنه. بنابراین اون ذات خوب و پارسا و مهربونی که ادعی از مردم ادعا میکنن که باهاش متولد شدن کجاست و باید درس کنم ادعاهای اونا هیچ پایه‌ای در تعالیم کتاب مقدس نداره و طبق معیار از رحم مادرت یاقی شده این نیست درسته اعتراف کردن به فساد کلی انسان نخستین گام در رسیدن به کفاره مسیحه بله من کفاره مسیح رو دریافت میکنم چون تباهی کامل خودم رو میدونم کسی که تباهی خودش قبول نداره کفاره مسیح و حقی رو کوچک میشماره و متاسفانه اینطور افراد همیشه میگن چرا باید یه نفر به جای من بمیره مگه من چه خطایی میتونم کرده باشم آیا کسی رو کشتم آدم های کور اینطور فکر میکنن پس از این نباید تعجب کرد چون کتاب مقدس میگه بعضی از ایمان برمیگردن کلام خدا درباره انسان میگه من میدانستم که شما قابل اعتماد نیستید و بله. همیشه به عنوان سرکش و یاقی شهرت داشتید استراحت کوتاهی میکنیم و برمیگردیم شش 6 میفرماید خداوند از اینکه انسان را آفریده و در روی زمین گذاشته بود متاسف و بسیار غمگین شد لطفا توضیح بدید که اینجا منظور از متاسف و بسیار غمگین چیه بفرمایید برادر ببینید هیچ چکی وجود نداره وقتی خدای محبت می بینه انسان خودش رو تباه کرده و خدا رو با شرارت و بیدینی خودش داره تغییر میکنه اندوهگین میشه چون که سرانجام اونها باید بگم در نهایت نابودیه. انگار خدا داره میگه من انسان را آفریدم که با نهایت شرارت و بیدینی خودش به من توهین کنه. تا من بتونم طوفان نازل کنم و اونا رو حبس کنم و روحشون رو زندانی کنم. این خدا رو خوشحال میکنه؟ نه خدایی که محبت از دیدن گناه انسان متاسف میشه و خدایی که قدوسه به هیچ عنوان نمیتونه گناه و خطا و شرارت رو تحمل کنه. و حتما باید اونو داوری کنه. ولی داوری چیزی نیست که خدا دوست داشته باشه. خدا به هیچ عنوان دوست نداره و نمیخواد که اجازه بده انسان نابود بشه. اما لازمه بگم که خداوند متعال داوری میکنه به این دلیل که عادل و قدوسه. درسته. بعد از اینکه خدا گفت از آفرینش انسان روی زمین متاسف و اندوهگین شد، کلام خدا در آیه هفت میفرماید: پس فرمود من این مردم و چارپایان و خزندگان و پرندگانی را که آفریده هم نابود خواهم کرد زیرا از اینکه آنها را آفریده ام متاسف هستم و در آیه 8 میفرماید اما خداوند از نوح راضی بود از آسمان حکمی صادر کرد تا تمام نسل بشر و حیوانات و پرندگان را نابود کنه فساد همه زمین را پر کرده بود اما فهمیدیم که یک انسان متفاوتی هم وجود داشت به نام نوح لطفا درباره تفاوتاش بگین خب نو ما رو به یک سگانه شگفتانگیز میبره که بدون اون سگانه شگفتانگیز رستگاری نمیتونه وجود داشته باشه خون مسیح، ایمان و فیض خون مسیح و میشه از قربانی که خدا به جای آدم انجام داد فهمید از کار هابیل که با ایمان به خدا قربانی تقدیم کرد میشه ایمان رو درک کرد اینجا نخستین اشاره رو به فیض در کتاب مقدس میبینیم در کتاب پیدایش فصل 6 در مورد نوح نوشته شده. این نخستین باره که اصطلاح فیض به کار میره ولی آخرین نیست. در اصل این اصطلاح بیش از هر کلمه دیگری در کتاب مقدس مورد اشاره قرار گرفته. فیض در سراسر کتاب مقدس هست تا با آخرین آیه میرسیم که میگه فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. فهمیدیم که در کلام مقدس خدا این نخستین اشاره ایه که به فیض شده. لطفا برای ما توضیح بدین. معنی کلمه فیض چه چیزیه و توضیح بدین که فیض چگونه اساس تعامل خدا با انسان رو فراهم کرده برادر باید بگم غیر ممکنه که خدا با انسان تعامل کنه و اونو نجات بده اگه در فیض نباشه بر اساس قانون استحقاق ما تنها مستحق چیزی هستیم که اون دوز روی صلیب گفت او گفت که ما به سزای کارهای خود میرسیم اگه در روز داوری به جهنم بریم به این معنی نیست که خدا ظالمه بلکه خداوند چیزی رو داده که ما استحقاق اون رو داشتیم اما اگه به بهش بریم دلیلی نداره که ما اونجا باشیم مگر با فیض خدا پس همونطور که گفتیم اولین شخصی که نامش با واژه فیض ارتباط داره و همچنین نخستین شخصیه که در کتاب مقدس با کلمه رستگاری عجین شده نوح بود در ابرانیان میگه وقتی نوح اختارهای خدا را درباره امور آینده که او هنوز نتوانسته بود ببیند شنید از روی ایمان از خدا اطاعت کرد و سپس کشتی ساخت. همونطور که مشاهده می‌کنین واژه رستگاری با نوح ارتباط داره پس این نخستین اشاره به واژه فیزه ما به خاطر فیض و از طریق ایمان و نه به خاطر خودمون نجات پیدا کردیم چه برکت بزرگی اگه اصل به شایستگی بود خدا باید چیزی رو به ما میداد که استحقاقش رو داشتیم ولی به خاطر فیض خدا به ما هدیه ی رایگان میده هدیه ای که انسان لیاقت و شایستگیشو نداره درسته. پس از اشاره به نوح که از دید خدا مشمول فیض قرار میگیره در آیه نوح میفرماید این از تاریخچه نسل نوح نوح مردی بود پارسا و در روزگار خیش بی عیب. نوح با خدا راه میرفت و نوح سه پسر آورد سام و هام و یافس باری زمین در نظر خدا فاسد و آکنده از خشونت شده بود و خدا زمین را دید که اینک فاسد گشته بود زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند اینجا درباره نوح میگه او مردی بود پارسا و در روزگار خیش بی ایب. درسته منظور از پارسا و بی ای چیه؟ اصولا پارسایی و بی در انسان وجود داره؟ میخوام به مکتوب اشاره کنم درست همونطور که مسیح هم با همین عبارت به شیطان پاسخ داد اینطور نوشته شده که حتی یه نفر نیست که کاملا نیک باشه پس چرا گفتن نوح نیک و عادل بود؟ توجه داشته باشین که پیش از این که بگه نوح مردی نیک بود میگه فیض یافت دقیقا انگار درسته. به خاطر فیض نیک شمرده شد چطور اتفاق افتاد؟ این مفهوم رو میتونیم در رساله پولس به رومیان فصل 3 پیدا کنیم با فیض خدا همه به طور رایگان نیک محسوب میشوند این یعنی نوح به رایگان به خاطر فیض خدا نیک محسوب شد ممنونم برادر یک سوال دیگه هم در این قسمت مرتبط با نوح باقی مونده بعد از اینکه میگه پارسا و بیعیب بود در ادامه کلام خدا میفرماید با خدا راه میرفت و قبلا درباره خنوخ هم گفته شده ما شاهد راه رفتن نوح با خداییم و پیش از اون خوندیم که خنوخ هم با خدا راه میرفت توضیح بدین که پدران چطور خدا ترسی و راه رفتن با خدا را به بچه هاشون انتقال میدادن بنابر کتاب پیدایش دو نفر بودن که با خدا راه میرفتن یکی خنوخ بود و بعدش نوح نوه اون در حقیقت میشه دید که اونا مکمل هم هستند چون خنوخ یک نبوت کرد که دلگرمی خدا ترسان بود و نوح هم معزه کرد. او به روهایی که در زندان بودن معزه کرد تا علیه بیدینی هشدار بده. باور و اعتقاد من اینه که اگر امروز بخوایم با خدا راه بریم باید انسانهای خدا ترس و تشویق کنیم و به انسانهایی که خدا رو نمیشناسن هشدار بدیم و باید اینو خیلی خوب یادمون باشه که در این دنیای پهناور تنها دو نفر با خدا راه می رفتن، خنوخ و نوح. این کسانی که از مس بیرون اومدن رو به یادمون میاره. اونها میلیون ها نفر بودن که به جز دو نفرشون یعنی کالیب پسر یفنه و یوشع پسر نون خداوند از بقیه قوم ناراضی بود. مثلا درباره کالیب گفته شده که با تمام دل به دنبال راه رفتن با خدای خودش بود. همانند خنوخ و نوح. بسیار خوب. بنابراین در عین حال که فرزندانمون رو تشویق میکنیم ولی برای داوری هم باید هشدار بدیم درسته چه پیشنهادی دارید برای پدرانی که میخوان فرزندانشون رو به درستی تربیت کنن میبینیم که خنوخ با خدا راه میرفت و بعد نوح هم که نوه اون بود از همون الگو پیروی کرد تأثیر خدا ترسی پدران در فرزندان درسته وقتی پیدایش فصل 18 رو میخونیم میبینیم خدا درباره ابراهیم میگه زیرا او را میشناسم که فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهد فرمود وقتی درباره ابر شاهدان میخونیم میبینیم ابراهیم هم اونجاست پسر ابراهیم و نوش و حتی نسل چهارم پس از اون یعنی درباره ابراهیم بعد اسحاق بعد یعقوب و بعدش هم یوسف میخونیم همه ی اینا نماینده نسل متوالی هستند و اثبات میکنن که چطور امکان این وجود داره که خدا ترسی میتونه در بین خانواده ها منتقل بشه درسته. یوشه این جمله تأثیرآمیز رو میگه اما من و خانواده هم خدا را خدمت خواهیم کرد ممنونم به پایان این قسمت رسیدیم و با مهمانان درس امروز رو مرور میکنیم از این قسمت از برنامه چه چیزی آموختید؟ یاد گرفتیم که فصل شش پیدایی شامل یک داوری بود که کار مورد علاقه خدا نیست. خدا فورا داوری را انجام نداد بلکه به انسان یک مهلت 120 ساله داد. یعنی خدا صبر کرد تا بلکه انسان توبه کنه ولی اونا این کار را نکردن. درسته. توضیحات بردر یوسف درباره فیض دیدگاه من را نسبت به این موضوع کاملا تغییر داد و به جز از طریق فیض خدا غیر ممکنه که خدا با انسان تعامل داشته باشه و اونو نجات بده. ممنونم برکت خدا با شما عزیزان از شما هم سپاس گذارم برادر, بینندگان و همراهان گرامی تا قسمت بعدی برنامه خدا با شما <متصفيق> چه عجیب و مندگار از کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلام تو برترین از تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه من کلام تو شفا بخشد در و رنج و زخم من مپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه من چه عجیب و ما است کلامت خدا ابدی و جاودان است تمامی کلامت